سلام به همه هنر عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه در این ویدیو آموزشی قصد دارم بهتون نحوه بافتن یک مدل سبد تریکو خاص رو آموزش بدم که قرار هست یه طرح خاصی رو روش در واقع اجرا بکنیم بسیار خوب ما برای این کار نیاز داریم به یک کفی دایره شکل دو سایز گلاب باید در اختیار داشته باشیم سایز گلاب متناسب با سوراخ های کفیتون و زخامت تریکوتون باشه که برای من سایز چهار و پنج هستش تریکوی که استفاده می کنم مارک دیوا هست و همونطور که در ابتدای ویدیو گفتم قرار هست یه طرح روی این سبد باشه که من حرف پی رو روی این خونه های شطرنجی پیاده کردم و قرار هست سبد طرح پی رو ببافم بسیار عالی دوستان اگر موافق باشید کار رو شروع بکنیم کفی رو برداشتم و قرار هست که با قلاب سایز پنج من بافتن رو انجام بدم تا پیش از بافتن دیوار سبد کفی رو شلال میزنم پس قلاب رو از داخل یکی از سوراخ ها که فرقی هم نمیکنه کدوم باشه عبور دادم تریکوم رو روی قلاب قرار میدم و یک دنباله هم در واقع باید به جا بذارم با قلاب هم این تریکو رو بیرون میکشم به این حالتی که مشاهده میکنید قرار هست ابتدا شلال زدن کفی رو انجام بدیم برای اینکه سوراخ های کفی پنهان بشه قلاب رو داخل سوراخ بعدی میبرم و تریکو رو میگیرم و بیرون میکشم حالا همونطور که مشاهده میکنید دو تا حلقه روی قلابه که باید دومی از داخل اولی عبور داده بشه بسیار خوب دوستان عزیز گلاب رو داخل سوراخ بعدی میبرم تریکو رو بیرون میکشم و مجددا دومی بعد از داخل اولی عبور داده بشه به همین راحتی سوراخ بعدی مجددا به همین شکل دومی از داخل اولی عبور داده میشه سوراخ بعدی دوباره همون الگو تکرار میشه یه بار دیگه من انجام میدم با گلابم بیرون کشیدم تریگو رو و دومی رو از داخل اولی به همین راحتی عبور میدم بسیار خوب دوستان عزیزم باید این الگو رو دیگه من ادامه بدم از اینجا تا در نهایت برسم به این سوراخ یکی از سوراخ ها رو نگه میدارم چون یه نکته ای داره البته من قبلا شعلال زدن رو آموزش دادم اینجا صرفا جهت یادآوری یه اشاره گذرایی میکنم خب دوستان عزیزم اینجا میام از این دنباله استفاده میکنم به جای اینکه از اون تریکو که به کلاف اصلی وصل هست استفاده کنم میام گلابم رو از سوراخ رد میکنم و این دنباله رو, رو روی قلاب قرار میدم و با کمک گلابم دنباله رو بیرون میکشم و بعد دومی رو از داخل اولی عبور میدم بعد از اینکه این کارو کردم کلا تریکو رو بیرون میکشم یعنی دنباله رو در اصل بیرون میکشم خب حالا باید این دوتا تا گیسباف و هم دیگه متصل بشم برای اتصال میام در واقع از یه قلاب سایز کوچیکتر استفاده میکنم که همونطور در ابتدای ویدیو بهتون گفتم قلاب سایز چهار هست برای من قلاب رو از زیر این گیسباف اولی که بافتم عبور میدم و این دنباله رو میگیرم و از اینجا به راحتی بیرون میکشم بسیار خوب حالا این آخرین گیسبافی بود که بافتیم باید قلاب رو صرفا از زیر این حلقه عبور بدم از زیر هر دو تا حلقه عبور ندادم و بعد این تریکو رو بگیرم و بکشم همونطور که مشاهده میکنید کل سراخ های کفی من به وسیله شرق زدن مخفی شد بسیار خوب دوستان من از قلاب سایز پنج استفاده میکنم و بعد قلاب رو میام ببینید کفی من به این شکل قلاب رو از داخل این گیسباف که در واقع دنبال هم بهش وصله عبور میدم و قلابم از اینجا بیرون میاد تریکویی که به کلاف اصلی وصل هست رو میگیرم و میندازم روی گلابم و به آرامی از داخل این گیسباف بیرون میکشم بعد از اینکه این کار انجام شد تریکو روی انگشتم هست و میندازمش روی قلاب رو از داخل این حلقه عبور میدم الان یه دونه زنجیره بافتم بسیار عالی حالا قراره برم سراغ خونه بعدی یا به باعتی گیسباف بعدی قلاب رو داخل گیسباف میبرم همونطور که مشاهده میکنید قلاب از اینجا بیرون میاد و من قراره که پای کوتاه ببافم این تریکو رو میگیرم و بیرون میکشم الان دو تا حلقه روی قلاب من وجود داره تریکو رو روی قلاب میندازم و از داخل این دو تا حلقه عبور میدم خب دوستان من دیگه باید داخل این بافا پای کوتاه ببافم فقط این نکته رو بهتون بگم قبلا هم اشاره کرده بودم برای کف دایره‌ای ای تعداد سوراخ ها رو تقسیم برای چهار بکنید عددی که به دست میاد اون سوراخی هست که در اونجا باید کار افزایش رو انجام بدیم یعنی به جای یه دونه پایه کوتاه در اصل باید دو تا پایه کوتاه ببافیم کفی من 28 تا سوراخ داره 28 تقسیم بر چهارم که میشه هفت یعنی اینکه زمانی که به سوراخ هفتم میرسم باید حواسم باشه داخل این گیس بافا باید جای یه دونه پایه کوتاه دو تا پایه کوتاه ببافم پس در واقع چهار بار داخل این کفی افزایش دارم که زمانی هست که به سوراخ هفتم میرسم خب این زنجیره بود این ستا هم پای کوتاه هستن حالا باید داخل این دوتا گیس باف بعدیم هم یعنی این و این هر کدوم یه دونه به بافم خب یک دو سه چهار پنج و شش گفتیم زمانی که به هفتمین سوراخ میرسیم حواسمون رو باید جمع بکنیم یعنی چی یعنی اینجا به جای اینکه یه دونه ببافم دوتا میبافم خب من اه... پای کوتاه اول رو می بافن. بعد از اینکه بافتم ببینید چون یه مقدار جا تنگ هست برای بیرون کشیدن تریکو دوم باید قلاب سایز کوچیکترم رو بیارم که به کفیم فشار وارد نکنم و کفیم نشکنه قلاب سایز کوچیکتر خب قطعا راحتتر رد میشه و شما تریکو رو به راحتی میتونید بیرون بکشید باهاش بعد قلاب رو کنار بگذارید و با همون قلاب اصلیتون که دارید سبد رو میبافید کارتون رو ادامه بدید و پای کوتاهتون رو ببافید پس در واقع الان بعد از بافتن شش تا پایه کوتاه من اینجا افزایش داشتم یعنی دو تا پای کوتاه بافتم حالا این الگو ادامه داره یک دو سه چهار پنج و شیش تا اینجا یه دونه پای کوتاه بعد افزایش دوباره یک دو سه چهار پنج شیش دوباره افزایش خب یک دو سه چهار پنج و شیش دوباره اینجا یه دونه افزایش دارم یعنی مجموعا چهار بار باید کار افزایش رو انجام بدید اینم که دیگه ابتدای کاری که زنجیره بافته بودیم خب دوستان من این الگو رو یه مقداری ادامه دادم فقط اینجا میخواستم یه نکته رو یادآوری کنم اونم اینه که دنباله ها رو حین بافتتون میتونید پنهان بکنید الان برای مثال من دارم کار بافتن رو انجام میدم همزمان میتونم این دنباله رو هم پنهان بکنم خب دوستان داخل آخرین گیسباف هم افزایش داشتیم و حالا نگاه به پترن بکنیم. ببینید داخل ردیف اول من قره هشت ردیف ببافم واسه سبدم. توی ردیف اول همه خونه ها سفیدن. یعنی قرار نیستش که ما تغییر رنگ داشته باشیم برای تریکومون. رنگ اصلی سبد قراره صورتی باشه و در واقع تنها رنگی هم که اینجا الان استفاده شده رنگ صورتی هستش. خب. دوستان عزیزم قرار هست در مورد اتصال صحبت کنیم این زنجیره هست و این هم پای کوتاهی که بعدش بافته شد این هم قسمت بالای پای کوتاه هستش خب حالا بریم که کار اتصال رو انجام بدیم دوستان عزیزم مجددا با یکی قلاب نشونتون بدم این زنجیره بود این پایه کوتاه بود اینم قسمت بالای پایه کوتاه بود دقت بکنید قلاب را از پشت در واقع و زیر این قسمت بالایی پایه کوتاه بردم یعنی از زیر این قسمت عبور دادم این حلقه که اینجا هست رو باید بگیرم و بکشم یه بار دیگه انجام بدم قلاب رو از اینجا عبور میدم و این حلقه رو باید بگیرم و در اصل از زیر این بیرون بکشم خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادم یه مقدار تریکو رو میکشم که حلقه کوچیکتر بشه ببینید این پایه قلاب رو از داخلش عبور میدم از داخلش باید قلاب از اینجا بیاد بیرون دقت بکنید قلابتون از این قسمت بیرون بیاد و اینکه تریکو رو بگیرید و از داخلش بیرون بکشید حالا باید با قلابتون حلقه دوم رو هم بگیرید و بعد تریکو رو روی قلاب بندازید و از داخل این دوتا حلقه عبور بدید این شد اولین پایه برای دومین ردیف دوستان گلم حالا دقت بکنیم ما قرار مدل گندمی ببافیم این پایه بعدیمونه ببینید که گلاب رو بعد از کجا عبور بدیم این قسمت بالای پایمونه ببینید من یه مقدار دوربین رو باید نزدیک کنم به کار که شما بهتر ببینید گلاب رو از زیر این قسمت بالای پایه عبور نمیدم همچنین گلابم رو از فاصله بین دو تا پایه که اینجا هست خب از اینجا هم عبور از اینجا هم عبور نخواهم داد باید گلابم رو از داخل خود پایه عبور بدم ببینید گلاب رو میبرم از داخل خود پایه عبور میدم قلابتون باید از این قسمت بیرون بیاد ببینید از زیر این قسمت خط خطی شکل باید بیرون بیاد اینجا یه حالت هشتی شکل داره وسط این حالت هشتی شکل قرار گرفته قلابتون حالا میام بعد تریکو رو بیرون میکشم و بعد الان دو تا حلقه روی گلابه تریکو روی گلاب باید قرار بگیره و از داخل این دو تا حلقه به صورت همزمان عبور داده بشه خب پس این شد مدل گندومی برای مدل گندومی گلاب رو از داخل خود پایه باید عبور بدید مجددا ببینید گلاب از اینجا بیرون میاد خب تریکو رو با گلاب بگیرید و بیرون بکشید. تریکو روی گلاب باشه و از داخل این دوتا حلقه عبور داده بشه. حواستون باشه که داخل تک تک پای کوتاه ها رو باید ببافید. یعنی حواستون باشه که جا نندازید. بسیار عالی. من دارم کارم رو ادامه میدم و پایه کوتاه میبافم. به این شکل که قلابم رو داخل خود پای کوتاه‌های ردیف اول میبرم و به همین شکل کارم رو ادامه میدم و حواسم هست که جان اندازم چون باید داخل تک تک این پای کوتاه رو در واقع ببافم خب دوستان عزیزم من چندتا تا گندومی بافتم و یه نگاهی قرار هست به پترنم داشته باشم ببینید داخل ردیف دوم خب باید یه دونه از این گندومی ها رو من با رنگ متفاوت ببافم که حالا من قرار رنگ سفید استفاده بکنم و چون سبدم دایره شکل هست در واقع زیاد فرقی نمیکنه کدوم رو سفید در نظر بگیرم ولی همونطور که میبینید باید تریکوی سفید رنگ رو بیاریم و یه مقدار جلوتر از اون قسمتی که قراره پایش رو سفید ببافیم بیاریم و اینجا قرار بدیم و محکمش کنیم یه جورایی حالا اگر شما مثلا بخواین کفی مربعی یا مستطیلی ببافید خب قطعا این مسئله مهمه که پترنتون وسط بیفته ولی خب در مورد کفی دایره و سبد دایره شکل این قضیه در واقع اهمیتی نداره بسیار خوب همونطور که میبینید من همچنان دارم پایه کوتاه میگفتم و از تریکوی صورتی استفاده میکنم با این فرق که تریکو سفید پشت پای کتاهای ردیف اول قرار گرفته و دارم تریکوی سفید رو با خودم میارم رو به جلو ببینید به این حالت همچنان دارم گندومی میگفتم فقط تریکوی سفید رنگ رو هم دارم با خودم جلو میارم تا به موقع ازش استفاده بکنم بسیار عالی همچنان کارم رو ادامه میدم یه مقدار باید جلو بریم و بعد در واقع گندمی سفید ببافیم خب ببینید الان نگاه بکنید متوجه میشید که الان ما داریم این تریکوی سفید رو محکم میکنیم این پشت خب حالا میام سراغه. پایه بعدی و مجددا گندمی می یه مقداری باید در واقع پیش بریم و بعد تعویض رنگ رو داشته باشیم. بسیار عالی قرار هست بعدی رو هم صورتی ببافیم اما بعدی شو دیگه قرار سفید ببافم. حالا ببینیم چه نکته داره. ببینید الان داخل این گندمی قرار صورتی باشه که من این تریکوی صورتی رو بیرون میکشم اما چون بعدیش قرار سفید باشه دیگه این تریکوی صورتی رو نه بعد از داخل این دوتا عبور بدم قرار تعویز رنگ داشته باشم باید تریکوی سفید رنگ رو که تا اینجا با خودم آوردم در واقع اون رو, رو روی قلاب قرار بدم و از داخل این دوتا حلقه عبور بدم به این شکل شما تعویز رنگ رو در بافتن سبد انجام میدید بسیار خوب حالا گلاب رو داخل اون پایه این برم که قرار گندمی سفید باشه فقط تریکو صورتی رو پشت این پایه قرار میدم یعنی بعد با خودم بیارمش به عبارتی خب تریکوی سفید رو بیرون میکشم و حواسمون باید باشه که تریکوی سفید رو نباید عبور بدیم چون قرار بعدی صورتی باشه باید این تریکو صورتی رو بیام و از داخل این دوتا حلقه سفید عبور بدم چون اگر یادتون باشه داخل پترن ردیف دوم فقط یکی از پایه ها باید سفید باشه که من بهتون گفتم فرقی نمیکنه چون که سبدمون دایره ای هست کدوم انتخاب کنیم خب حالا مجددا قطع نمی کنیم اینجا تریکوی سفید و یه مقدار دیگه پشت این پای کوتاه ردیف اول پنهانش می و با خودمون جلو میاریمش و چند تا پایه که به این شکل با خودمون آوردیمش دیگه میتونیم قطعش بکنیم پس من همچنان طبق روال معمول میام و سبدم رو به حالت گندومی میبافم یه چند تا پایه که گذشت دیگه میتونید قطعش کنید در واقع من بعد از بافتن چهار تا پایه یا پنج تا پایه قطع میکنم تریکویی که رنگش رو استفاده کردم و دیگه نیازی بهش ندارم. بین سه تا پنج تا پایه که بافتید دیگه میتونید قطعش بکنید. البته میگم اگر نیازی نداشته باشید طبق حالا پترنی که دارید روی سبدتون اجرا میکنید. بسیار خوب من الان چهار تا دونه گندمی بافتم. سبدم تا اینجا به این حالت هستش. دیگه الان میتونم به راحتی در اصل این تریکو سفید رو قطع بکنم از این قسمت فقط دوستان حواستون باشه زمانی که قرقیچی بکنید عجله نکنید به کار اصلیتون آسیبی وارد نشه چون امکانش هست اگر که دقت لازم رو نداشته باشید به سبدتون آسیب بزنید خب ببینید از اینجا به بعد هم که دیگه باید صورتی ببافم بسیار خوب دوستان عزیزم من ردیف دوم رو یه مقدار پیش رفتم همونطور که مشاهده میکنید فقط دارم گندومی میبافم و به جازی است پایه ها که سفید هست بقیه صورتی هستن چون طبق الگو فقط بعد یه دونه رو سفید میبافم خب الان سه تا دونه پایه مونده که باید در واقع اینا رو هم ببافم حواستون باشه که جا نندازید و گلاب رو هم از داخل پایی کوتاه ردیف قبل عبور بدین. بسیار خوب من یه دونه گندومی دیگه بافتم گلاب رو داخل پای کوتاه بعدی میبرم و مجددا یه دونه پای کوتاه میبافم و در نهایت هم همونطور که مشاهده میکنید یه دونه مونده حواستون باشه که این یه دونه آخر رو جا نندازید و الگو هم که به همون شکل قلاب رو از داخل پایه میبرم چون قراره که مدل گندمی ببافم و این رو هم اضافه کنم که فقط افزایش برای ردیف اول بود برای ردیف دوم به بعد ما افزایش نخواهیم داشت خب بریم دوستان برای کار اتصال من اتصال رو یک بار دیگه مجددم بهتون بگم قرار این دوتا بخش رو به هم متصل کنیم یه مقدار این تریکو رو آزاد میکنیم قلاب رو در میاریم من بهتون نشون بدم ببینید این اولین پایه هستش این دومیه اینم قسمت گیسباف بالای پایه دوم هستش که من قلاب رو از زیر این دوتا حلقه بالایش عبور میدم و بعد این حلقه تریکو اینجا رو میگیرم و با گلابم از زیر این بخش گیسباف مانند عبور میدم حالا قلاب رو خارج میکنم این اولین پایه بود قلاب رو از داخلش عبور میدم و این تریکو رو دور گلاب میپیچونم و بیرون میکشم. حالا حلقه سمت مقابل رو هم با هم می میگیرم و بعد این تریکو رو روی گلاب میندازم و از داخل این دوتا حلقه عبور میدم. این شد اولین پایه برای ردیف سوم. خب این الان پایه بعدی هست که باید قلاب رو دوباره ببرم داخلش. تریکو رو بگیرم و بیرون بکشم کل سبب قرار هست که به حالت گندمی بافته بشه پس در واقع پای کوتاه می بافتم منتها قلاب رو از داخل پای عبور میدم بسیار عالی این پایه بعدی هستش مجددا همین کار رو تکرار میکنم خب دوستان عزیزم شما باید کلا گندمی به بافید فقط این نکته رو بگم که از چند تا پایه مونده قبل از این پایه سفید رنگ باید در واقع این تریکو سفید رنگ رو بیاریم و پشت این در واقع پایه های صورتی قرار بدیم و در واقع این تریکوی سفید رنگ رو با خودمون بیاریم رو به جلو. پس من همچنان الگوی گندمی رو ادامه میدم با این فرق که از چند تا پای جلوتر قبل از اینکه برسم به پای سفید رنگ این تریکو رو قرار دادم پشت پایه های صورتی برای اینکه محکمش کنم و در واقع جایی که نیاز بود تغییر رنگ رو اعمال بکنم ببینید به این شکل باید پشت کارتون محکمش بکنید حالا سه تا پنج تا پایه مونده به اون قسمتی که قرر تعویز رنگ صورت بگیره تریکوی رنگ جدیدتون رو ترجیحاً قرار میدید و کار رو پیش ببرید. دوستان عزیزم این یه دونه پایه قبل از در واقع پایه سفید رنگه که باید اون باشه که اینجا باید تریکوی سفید رنگ رو به جای صورتی روی گلاب قرار بدیم و از داخل این دوتا حلقه عبور بدیم چون قرار پایه بعدی رو سفید ببافیم با تریکوی سفید رنگ قراره ببافیم طبق الگویی که داشتیم الان باید گلاب رو از اینجا ببرم تریکوی سفید رنگ رو بکشم بیرون ولی این تریکوی صورتی رو هم باید با خودم پیش بیارم چون بعدا دوباره قراره تعویض رنگ انجام بدیم حالا حواسمون هست تریکوی سفید رو نه بعد از این دوتا عبور بدم باید تریکوی صورتی رو عبور بدم چون پایه بعدیم قرار رنگ صورتی باشه بسیار خوب پس به این شکل کار رو ادامه بدید دوستان عزیز یه نگاه به پترن بکنیم الان ما ردیف سوم هستیم که تعویز رنگ رو انجام دادیم تو ردیف دوم سوم ما تعویز رنگ داشتیم و همچنین توی ردیف چهارم هم مثل ردیف دو و سه باید تعویز رنگ رو داشته باشیم پس دیگه ردیف چهارم هم مثل ردیف دو و سه هست که در واقع باید کار رو ادامه بدیم که دیگه من ردیف چهار رو دیگه نشونتون نمیدم چون دقیقا این ردیف دو و سه هست دقیقا همون جاها هم باید تعویض رنگ رو انجام بدیم دیگه چون باید این قسمت سفید رنگ در واقع توی ستون قرار بگیرم به عبارتی خب پس من یه مقداری شروع می کنم دوباره به بافتن فقط حواسم هست که این تریکو سفید رنگ رو ادامه میدم همچنان یعنی در جا قطعش نمی کنم گفتم مو بین سه تا پنج تا پایه بعد از اینکه تابزرنگو رنگ رو انجام دادید تریکو سفید رنگ رو در واقع با گلاب بافی که دارید انجام میدید پیش ببرید دوستان عزیزم من چهار تا پایه بافتم حالا میتونید یه دونه دیگه هم ببافید و بعد کار رو قطع بکنید یا اینکه همین الان کار رو قطع بکنید دیگه این تریکوی سفید رنگ در واقع بنز کافی محکم شده و من میتونم به راحتی قیچیش بکنم دوستان عزیزم من این ردیف رو پیش میبرم ردیف سه رو همونطور هم که گفتم ردیف چهارم رو هم در واقع خودم میبافم دیگه نکته ای نداره دقیقا مثل ردیف دو و سه هست دقیقا جای تعویض رنگ هم مثل در واقع ردیف دو و سه هستش خب پس من کار رو ادامه بدم تا بشه چهار ردیف خب دوستان چهار ردیف رو بافتم یه مقدارم از ردیف در واقع پنجم بافتم و قرار هست ببینیم حالا الگو به چه شکلی پس ببینید تا اینجا چهار ردیف الگو داخلش اعمال شده حالا تو ردیف پنج قرار دارم و قرار ببینم باید چه کار بکنم ببینید قبل از این ستون سفید رنگ در واقع ما سه تا خونه دیگه رو هم داریم که باید اونا هم تعویز رنگ رو داشته باشن تو ردیف پنجم ببینید ستون سفید رنگ الان اینا هستش خب دقیقا اینجا حالا توی ردیف پنجم خب باید سه تا خونه قبل از در واقع این ستون سفید رنگ سفید باشه و حالا بالا اون ستون سفید رنگ هم مجددا باید اون پایی که میبافیم سفید باشه خب پس بریم که یه مقدار از قبل ترش حالا این تریکو سفید رنگ رو هم قرار بدیم گفتیم که از چند تا پای قبلش حالا شما این تریکو سفید رنگ رو قرار بدید که خوب محکم بشه نگاه کنید الان اینا باید همه سفید باشه داخله در واقع این ردیفه پنجم پس من تریکوم رو اینجا دیگه قرار میدم و ادامه میدم کارم رو یعنی همون گندوم رو میبافم با این فرق که قراره الان تریکوم سفید رنگ رو در واقع پشت کارم محکم بکنم خب دوستان گلم ببینید تا اینجا کارو پیش بردیم الان اینجا باید حواسمون باشه که برای بافتن این پایه دیگه الان باید رنگ سفید رو روی قلابمون قرار بدیم چون پایه بعدی قرار سفید باشه طبق الگومون گفتم قبل اون ستون سفید رنگ سه تا پایه قبلی باید سفید باشه منتها عواسمون هست تریکوی صورتی رو هم با خودمون پیش میاریم یعنی تریکوی صورتی پشت پایه های صورتی قرار میگیره و من در واقع با خودم پیش میارمشون بعدا دوباره ما باید تعویض رنگ رو انجام بدیم خب پس در واقع این پای سفید هستش دو تا پای بعدی هم سفید هستن و بعدش هم که اون ستون سفید رنگه که در واقع اونجا هم باید پایه که میبافیم بافیم سفید رنگ باشه نه دوستان عزیز رسیدیم به این ستون سفید رنگ که حالا اینجا حواسمون هست چون پایه بعدی قرار صورتی باشه در واقع این تریکوی صورتی رو که تا اینجا کار با خودمون پیش آوردیمش رو بیایم روی قلابمون قرار بدیم و در واقع این تریکوی سفید رنگ رو از داخل این دوتا حلقه عبور بدیم خب ببینید ما الان طبق الگومون عمل کردیم و دیگه از حالا به بعد باید من در واقع پایه ها رو صورتی ببافم ببینید الگومون به این شکل هست و ما الان توی ردیف پنجم قرار داریم پس الگو رو درست اعمال کردیم بسیار عالی خب من ادامه دادم اون ردیف رو یه مقدارم از ردیف ششم رو شروع کردم ببینید الان شش تا ردیف من در واقع پیش اومدم اون تا ردیف شیش رو هنوز کامل نکردم چون باید طبق الگوم در واقع عمل بکنم ببینیم الگوم اون چی میگه؟ خب ببینید سه تا پایه قبل تر از اون ستون سفید رنگ یکی از خونه ها باید رنگش عوض بشه دوتای بعدی باید صورتی باشه بعد حالا اینم که در راسته اون ستون سفید رنگه که باید رنگش سفید باشه این رو هم بگم که دوستان ردیف 6 رو که ببافم ردیف هفت مشابه ردیف پنج هست ردیف هشتم هم مشابه ردیف یک هست اولگوش دیگه اون ردیف ها رو هم نمی بافم چون نکته ای نداره و نکات رو بهتون گفتم حالا فعلا ردیف 6 رو پیش بریم که مقدار اولگوش با ردیف های قبل فرق میکنه خب ببینید یه گفتیم که چند تا پای قبل تر میام تریکو در واقع سفید رنگ رو اینجا قرار میدیم پشت پایه هامون و با خودمون پیش میاریمش خب دوستان حواس اون باشه که در مورد این پایه به جای تریکو صورتی رنگ باید تریکو سفید رنگ رو در واقع روی گلاب قرار بدیم چرا که در واقع پایه بعدی باید با رنگ سفید بافته بشه خب پس اینجا رنگ سفید رو روی قلاب گذاشتم و عبور دادم از دو تا حلقه که رو قلاب بود و اینجا هم قراره که تریکو سفید رنگ رو بیرون بکشم اما تریکوی صورتی ببینید این پشت باید باشه یعنی این تریکو صورتی رو باید با خودمون بیاریم خب پس این رو بیرون میکشم و حواسمون هست باید اینجا از تریکوی صورتی استفاده کنیم از تریکوی سفید نباید استفاده کنیم چون دو تا خونه بعدی یا به عبارتی دو تا پایه بعدی قرار صورتی بافته بشه پس الان صورتی رو میندازم روی گلابم و از این دو تا حلقه عبور میدم بسیار عالی حالا بریم سراغ پایه بعدی که ببینید الان من این سفید رو بافتم حالا این دوتا باید صورتی باشن یعنی رنگ اصلی سبد خونه هایی که سفید هستن داخل پترن رنگ اصلی سبد سبد ما رنگ اصلی صورتی هستش خب که حالا داخل اون پترنی که هست به صورت مربع های تو خالی در واقع نمایش داده شده مربع هایی که رنگ شده اون جایی هست که ما تعویض رنگ رو داریم برای اینکه اون پترن خاص رو روی سبدمون اعمال کنیم خب دوستان عزیزم این یه دونه پای صورتی رو بافتم و همچنان دارم تریکوی سفید رنگ رو هم با خودم میارم. در مورد این پایه هم گفتیم باید صورتی باشه فقط چون پایه بعدی قرار سفید باشه باید الان تریکوی سفید رنگ رو روی قلابم بندازم و از داخل این دوتا حلقه عبور بدم. بسیار عالی میرسیم به این ستون سفید رنگی که از ابتدای کار داشتیم یعنی از ردیف دوم در واقع داشتیم تعویز رنگ رو و الان هم مجددا باید داشته باشیم و از تریکوی سفید استفاده کنیم اما حواسمون هست که بعد الان تریکوی صورتی رو روی قلاب بندازیم چون دیگه پایه های بعدی قراره با رنگ اصلی یعنی رنگ صورتی بافته بشه خب دوستان عزیزم این هم شد پترنه ردیف ششم ردیف هفتم و هشتم رو هم که بهتون گفتم باید به چه شکل ببافید و دیگه خودتون نکات مهم رو میدونید دوستان عزیزم شما میتونید هر پترنی رو که دوست دارید روی کاغذ شطرنجی بکشید و روی سبدتون اجرا کنید ببینید الان من بافتم سبدم رو دقیقا مشابه همین پترنی هست که اینجا رسم کردم یعنی دقیقا شد حرف پی شما میتونید در واقع هر جور که دوست دارید این پترن رو اعمال کنید پترن ردیف هفت هشت رو هم که گفتم ماجراشون به چه شکلی الان من هشت ردیف بافتم حالا بریم برای کار اتصال منتها قرار هست که تریکو رو قطع کنم چون قرار یه حاشیه خاص بهتون آموزش بدم پس یه مقدار تریکو رو میکشم که آزاد بشه قیچی رو میارم و قیچیش میکنم خب ببینید این اولین پایه هست این دومیه دو اینم قسمت بالای دومین دو پایه است تریکو رو از زیر این عبور میدم به همین راحتی که مشاهده میکنید و بعد قلاب رو از زیر این حلقه عبور میدم خب الان من در واقع بالای سبد رو بستم حالا کاری که بعد انجام بدم این هست که قلاب سایز کوچکترم رو بیارم و در واقع کار پنهان کردن این تریکو اضافه رو انجام بدم. گلاب رو از اینجا عبور دادم و تریکو رو بیرون میکشم. خب دوستان گلم حالا ببینیم که بعد چجوری پنهان بکنیم ببینید من گلاب رو از زیر این قسمت عبور میدم ترجیحاً از گلاب سایز کوچیکتر استفاده میکنم چون کار پنهان کردن آسان‌تر از زیر این قسمت هشتی شکل قلاب رو عبور میدم و این تریکو اضافه رو بیرون میکشم شیوه پنهان کردن تریکو اضافی یا این دنباله ای که باقی مونده همینه قلاب رو از زیر این قسمت های هشتی شکل عبور میدین تریکو رو رو قلاب میندازید و بیرون میکشید به همین راحتی در واقع تریکوتون پنهان میشه ببینید قلاب رو از زیر این قسمت هشتی شکل عبور میدم خب هشتی شکل هستش این تریپو روی قلابه و بیرون کشیده میشه شما دیگه میتونید بعد از پنهان کردن زیر چند تا پایه در واقع بقیه دنباله رو هم کات بکنید حالا الزاما نیاز نیست همش رو هم پنهان بکنید زیر چند تا پایی که پنهان کردید دیگه دنبالش رو قیچی کنید فقط باز میگم حواستون باشه موقع قیچی کردن عجله نکنید و در واقع حواستون باشه به کار اصلیتون آسیبی وارد نکنید خب بریم حالا حاشیه رو ببافیم خب دوستان برای هاشیه ابتدا باید یه دونه گره ایجاد کنم میام تریکو رو به حالت ضربدری دور دو تا از انگشتانم یعنی انگشت اشاره و وسط میپیچونم بعد قلاب رو از زیر تریکو اول عبور میدم و تریکو دوم رو میگیرم و بیرون میکشم از دو طرف که تریکو رو بکشم در واقع گره ایجاد میشه حالا کاری که بعد انجام بدم این هستش که از یکی از در واقع این پایه ها کار رو شروع بکنم فرقی نمیکنه شما دقیقا کدوم پایه رو انتخاب بکنید برای این کار فقط یکی رو انتخاب بکنید و طبق همین اصولی که من بهتون میگم حاشیه مرکوس بمافید قلاب از زیر این با و تریکو رو بیرون کشیدم تریکو روی قلاب باشه و از داخل این دوتا حلقه عبور داده بشه حالا کاری که انجام میدیم اینه که به سمت راست حرکت میکنیم قلاب رو از زیر گیسواف بعدی عبور میدم یعنی این قسمت ببینید و بعد تریکو رو میگیرم و بیرون میکشم و بعد تریکو روی قلاب باید قرار بگیر و از داخل این دوتا حلقه به راحتی عبور داده بشه به این شکل شما میتونید هاشیه معکوس ببافید گلاب رو به سمت راست حرکت میدیم خب ببینید دوباره گلاب سمت راست از زیر یکی از گیسباف ها عبور داده میشه از زیر گیسباف بعدی البته حواستون باشه گلاب رو باید زیر تک تک این گیسباف ببرید تریکو رو بیرون بکشید بعد قولاب و تریکو روی گلاب باشه از دوتا حلقه عبور داده بشه اصول بافته در واقع هاشی مکوس به این شکل هستش پس من به این شکل هاشی مکوس میبافم خب دوستان عزیزم همونطور که مشاهده میکنید یه دونه هاشی مرکوس بسیار زیبا هم بهتون آموزش دادم خیلی خوب و تمیز بافته شده و الان رسیدیم به انتها باید قبل از اینکه در واقع تریکو رو قطع بکنیم یه دونه زنجیره بزنیم خب و بعد بیایم این تریکو رو با قلابمون یه مقدار بکشیم و آزادش کنیم اصطلاحا و بعد قیچیمون رو بیاریم و کاتش بکنیم. خب بعد از اینکه کات کردیم اون تریکوی رو که به کلاف اصلی و از هست جدا می از کار اینم میکشیم کشیم که مقداری سفت بشه و بعد این شالا قراره کار اتصال این دوتا قسمت رو انجام بدیم. توجه بکنید دوستان من کار اتصال رو به این شکل انجام میدم که باید این دنباله رو از زیر این حلقه که الان بتون تونشون میدم عبور بدم ببینید این قسمت رو در نظر بگیرید من زیر این حلقه عبور میدم قلابم رو و در واقع این دنباله تریکو رو بیرون میکشم الان دو تا دنباله تریکو وجود داره که این دو تا دنباله رو باید زیر این بخش ها بیاید و پنهانش بکنید که دیگه بلد هستید خودتون باید به چه شکلی انجام بدید دوستان عزیزم ممنون از توجهتون امیدوارم که این ویدیو آموزشی براتون مفید بوده باشه اگر جایی رو سال داشتید حتما در بخش کامنت ها سوالاتتون رو مطرح بکنید پیشنهاد من این هست که برای تمرین شما حرف ای رو در واقع روی یکی از سبت هایی که قراره ببافید در آینده به عنوان تمرین الگوش رو پیاده بکنید اگر هم دوست داشتین میتونید در واقع این تمرینی رو که بهتون دادم رو بعد از اینکه انجام دادید عکسش رو بگیرید و برای من بفرستید که در پیج آموزشی قرار بدم تا آموزش دیگه خدا نگهدار